اسم لرزان تو، شعله جان تو، شمع سوزان شب شد. عالمی همراه قلب بی تاب تو، غرق در تاب و تب شد. تو قطره به قطره چکیدی چو شمعی که شعر فدا می سرایم. ز ایمان تو عاقبت صبح می ها. شب عاشقان تشنه روشناییست، تو در دیدگانت امید رهاییست. بخوان نغمت بانگ آزادی ماست، یقین کن که فردای این خانه زیباست. تو قطره به قطره چکیدی چو شمعی که شعر فدا می سراید. ز ایمان تو عاقبت صبح می هم براید. قهرمان مجاهد خلق، اشرفی پایدار و سرفراز، مهدی فتحی پس از یک سال مقاومت در مقابل سرطان، به دلیل ممانعت نیروهای عراقی از معالجه به موقع، امروز در اشرف درگذشت. رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی در گذشت قهرمان صدیق مجاهد خلق مهدی فتحی را که از سمبول‌های درخشان پایداری در اشرف بود، به مجاهدان اشرف و عموم اعضا و هواداران مجاهدین در داخل و خارج ایران و به ویژه به خانواده او و به رهبر مقاومت تسلیت گفت. خانم رجوی تأکید کرد این مجاهد سرفراز در آخرین ماه‌های حیات خود به علت فقدان رسیدگی‌های پزشکی در واقع یک بیمار تحت شکنجه بود و در گذشت او در واقع قتل عمدی است که مسئولیت مستقیم آن بر عهده دولت مالکی و کمیته تحت فرمان او برای سرکوب اشرف محسوب می شود. در آخرین روزهای این حماسه خاموش پایداری، اشرفی قهرمان مهدی فتحی با تأکید بر عهد و پیمان آزادی و مقاومت تا سرنگونی فاشیسم مذهبی، به ولی فقیه ارتجاع اخطار داد. و همینجا میگم جلاد ای ننگت باد، فنوز مجاهد خلق رو نشناختی. با این کارها نیروی مجاهد خلق از و اراده مجاهد خلق سیغر میخوره و هر لحظه با تو در جنگ خواهد بود بلکه. و این بیابیایی بود که ما از اول گفتیم به تو و جنگی بود که از اول با تو شروع کردیم و تا پایانش هم ادامه خواهیم داد و تا تو رو سرنگون نکنیم و ریشه بر نکنیم تو در ایران زمین که آزادی خلقمون رو محقق کنه از پای نخواهیم نشست. پیروزی از آن ماست، پیروزی از آن مجاهد خلق است، مجاهدی که شکست ناپذیر در مقابل دلدادان و دشخیمان رژیم خامنه‌ای و خامنه‌ای. امروز 19 آذر 1389 مجاهد خلق اشرفی قهرمان مهدی فتحی
پس از یک سال مقاومت در برابر بیماری سرطان و در حالی که کارشکنی نیروهای تحت امر مالکی با ایجاد تأخیر چند ماهه در انتقال او به بیمارستان تخصصی بیماری او را غیر قابل برگشت کرده بود، درگذشت. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه خود در این باره اعلام کرد مجاهد اشرفی مهدی فتحی اولین بار در 28 آذر ماه 1389 به علت بیماری کلیوی در بیمارستان اشرف که تحت کنترل نیروهای عراقی است بستری شد، اما به دلیل محدودیت‌های ضد انسانی کمیته سرکوب اشرف و عدم دسترسی به بیمارستان و پزشک متخصص بیماری او مستمرن تشدید و دچار خونریزی وسیع داخلی شد و به ناچار تحت عمل جراحی اورژانس قرار گرفت. کمیته سرکوب اشرف در نخست وزیری نوری مالکی و مسئول عراقی بیمارستان اشرف بارها اعزام وی به بغداد را لغو کردند. تنها 45 روز طول کشید تا بیمار را برای ویزیت متخصص اورولوژی به بیمارستانی در بغداد منتقل کنند. پزشکان متخصص اورولوژی با تشخیص تومور کلیه تأکید کرده بودند بیمار باید بدون تأخیر تحت رسیدگی‌های فوری قرار گیرد، اما بیش از 3 ماه کمیته سرکوب اشرف و مدیر بیمارستان با کارشکنی‌های مختلف مانع انتقال و بستری شدن او در بیمارستان شدند. در نهایت وی در اول دی ماه سال جاری با چند ماه تأخیر برای عمل جراحی منتقل شد و بلافاصله در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت. پزشک جراح بعد از مشاهده وضعیت داخلی بیمار گفت به دلیل تأخیر در عمل جراحی تومور سرطانی تمام بدن را در بر گرفته و عمل جراحی بیفایده است. پزشک جراح طی نامه‌ای نوشت تومور به علت دیرکرد در عمل جراحی گسترش یافته است. پزشکان گفتند اگر این عمل در هفته‌های اول انجام می‌شد قابل علاج بود و هیچگاه بیمار به چنین وضعیتی نمی رسید. چند هفته قبل که مهدی فتحی برای آخرین بار در بیمارستان بعقوبه در 40 کیلومتری اشرف بستری شد و نیاز به 6 کیسه خون داشت، نه بیمارستان چنین خونی به او داد و نه ماموران عراقی در کمیته سرکوب اشرف اجازه می دادند مجاهدان اشرف برای دادن خون به بیمارستان بروند. مجاهد خلق مهدی فتحی علاوه بر وضعیت وخیم جسمی در ماه‌های اخیر به خاطر فریادهای گوشخراش مزدوران وزارت اطلاعات آخوندها با 140 بلندگو تحت فشارهای مضاعف قرار داشت. رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی در گذشت قهرمان صدیق مجاهد خلق مهدی فتحی را که از سمبل‌های درخشان پایداری در اشرف بود به مجاهدان اشرف و عموم اعضا و هواداران مجاهدین در داخل و خارج ایران و به ویژه به خانواده او و به رهبر مقاومت تسلیت گفت. خانم رجوی ایستادگی و جنگندگی مهدی فتحی که هم با بیماری و هم با توطئه‌ها و فشارهای ضد انسانی ماموران دولت مالکی در نبرد بود یک حماسه فراموش نشدنی و مظهری از اراده مردم ایران برای کسب آزادی